دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه. جایزه بهترین بازیگر زن امسال جشنواره کن به یه خانوم ایرانی یعنی زهرا امیرابراهیمی رسید. با ما تو این ویدیو همراه باشید راجع به جایزه‌ای که زهرا امیرابراهیمی به دست آورد و موفقیتش توی جشنواره و صحبت‌های جنجالی که بعد از دریافت جایزه انجام داد با هم صحبت می‌کنیم و صحبت‌هاش رو هم می‌شنویم. راجع به جایزه‌ای هم که فیلم برادران لیلا سعید روستایی از انجمن منتقدان هم گرفت صحبت می‌کنیم. شما هم تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. مراسم اختتامیه 75مین دوره جشنواره فیلم کن فرانسه ساعتی پیش در کاخ این جشنواره برگزار شد که این اختتامیه دو تا جایزه برای سینمای ایران داشت که یکیش برای اولین بار اتفاق افتاد. دقایقی قبل زهرا امیرابراهیمی برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن شد تا به اولین زن ایرانی که برنده اینجا جایزه شده تبدیل بشه. زهرا امیرابراهیمی سالها پیش درست در اوج شهرت و معروفیتش با انتشار فیلم خصوصیش و افشای رابطهش مجبور به فرار از ایران شد و سالها از حرفه و هنر و علاقهش یعنی بازیگری دور بودش تا امسال که با فیلم عنکبوت مقدس دوباره به بازیگری برگشت و یه شروع طوفانی داشت و توی اولین تجربهش بعد از سالها موفق شد که جایزه بهترین بازیگر زن سینمای فرانسه رو به دست بیاره. زهرا امیرابراهیمی بعد از دریافت جایزه‌اش صحبت‌هایی رو هم با مردم ایران انجام داد. زهرا امیرابراهیمی گفت خوشحالی و موفقیت برای من معیارهای عمومی داره. هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات مختلف هستن غمگینه. دل من با آبادانه. من اینجا هستم ولی دلم با مردان و زنان ایرانه. اما فیلم برادران لیلا سومی ساخته سعید روستایی هم تونست جایزه با ارزش بهترین فیلم از نگاه فدراسیون بین‌المللی منتقدان رو به دست بیاره تا فیلم‌های ایرانی و سینمای ایران دست پر از جشنواره کن خداحافظی بکنه. حتما دوستان نظرتون راجع به صحبت‌های زهرا امیرابراهیمی و این جایزه‌ای که به دست آورده برامون توی بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.